امتثال می کند. پس این هم یک آیه از آیاتی که عرض می شود که تعویل به وجود مقدس حضرت شده است. حالا یه داستانی هم عرض بکنم. این داستان به در کتاب ها ظاهرم من ندیدم، این رو شنیدم، این رو عرض بکنم، به ذهنم آمد عرض بکنم تو بینید. عرض شد این ناقل این حکایتی که عرض میکنم آقای عرض میشود قاصد مهدی لنگرودی، یکی از آقایون قم است که الان در قم هست و پیر مردی هستن مدتی قبل، که یه هندو پاکی هم نوشتن، صاحب همون هندو پاک. عرض میشود که ایشون ما رفتیم با چند نفر از دوستان از هند آمده بودن در قم خدمتشون، این داستان را اونجا ایشون نقل کردن. گفتم که پدر من از علمای قم بود، ایشون نقل کردن قاصد مهدی لنگرودی از علمای قم بود، و عرض شد که صبحی بود دیدم صدا در میاد، رفتم دیدم که یه شیخ یه پیر مرد قد خمیده، عرض شد که با عصا، گفت پدرت اینجاست؟ گفتم بله. گفت برو بهش بگو عبدالنبیه. رفتم گفتم آقا یه پیر مردیست قد خمیده با عصا، میگه که من عبدالنبیم. آقام بلند شد و دوید و گفت برو در رو باز کن و بیا تو. دوید در اتاق رو باز کرد و آمد تو، خیلی احترامش کرد. پدرم اون بالا نشوندش و گفت که بفرمایید. گفتم که خیلی خوب، و به من دستور داد که غذا بیار، نمیدونم چی بیار، و حالا کنید که مرسوم بوده پذیرایی از مهمان. میگه پذیرایی کردم و نشستم خدمتشون. من پدرم خیلی احترام میکند به این آقای عاشق عبدالنبی. پدرم در آمد گفت که آقای عاشق عبدالنبی ما با هم رفیقی، میشد یه مطلب را حقیقتش بر من بگی؟ گفت بله، من غیر از حقیقت چیزی نمیگم. گفت که علتش چی شد؟ خب شما در ردیف من نجف بودم اون موقع ها، اما یادم نمیاد عاشق عبدالنبی را. تو خودت رو در عرض قاصد ابوالحسن دیدی، رساله چاپ کردی، رساله دم منتشر کردی، چطور شد که یه دفعه رساله ها رو جمع کردی و رفتی تو خونه نشستی یه در رو خودت بستی؟ این چه قاعده و چه قانونیه؟ چرا این کار کردی؟ اگر اهل نبودی که از اول رساله چاپ نمی کردی؟ اگر اهل بودی چرا جمع کردی و دو مرتبه من در رو خونه در رو کنار گیری کردی و در رو خودت بستی؟ علتش چیه؟ گفت حقیقت مطلب از مطلب مهمی سوال کردی، اما میگم چون رفیقم برات میگم. من عرض می شود که فرمایید خودم را در ردیف قاصد ابوالحسن می دیدم، مدیسه ای و بلکه بهتر. خب رساله نوشتم، اون رساله نوشت، منم رساله نوشتم، مجتهد دیگه. خب مجتهد جایز نیست تقلید بکند از مجتهد دیگری، وظیفه شست دیگه. و همینطوری که بر خودشون واجب میدانند وقتی که مجتهد شد، خب احکامی که استخراج میکند از ادله و براهین به مردم بگه دیگه، وظیفه شه. گفت منم رساله نوشتم و رقیب آقاست ابوالحسن بودم، هیچی حرفی هم درش نبود. تا اینکه یک 5-6 تا مسئله خیلی مهم برام پیش آمد شد، عقیدتی و فقهی، مسائل عقیدتی و فقهی برام پیش آمد شد، جوابشو نتونستم درست کنم. و خودم هم اعلم از همه میدونستم معنا نداره که من برم از کسی دیگه سوال کنم. همینطور مونده بودم توش این 7-8 تا مسئله را، دلم خودم رو میخوردم که چیکار کنم. یک روز توی ایوان امیرالمؤمنین نشسته بودم، دیدم یه نفر از مرتازین وارد شد و این مرتاز شیعه است، خیلی هم ید طولا دارد و عرض می شود که فوق العاده است. فورا دوید بلند شدم از ایوان، آمدم بیرون و رفتم وسط صحن و هم دیگه رو دیدیم و گفتم که شما چه وقت آمدید؟ گفت من تازه وارد شدم. گفتم تو مهمان امیرالمؤمنین هستی، من یه حاجتی ازت دارم، تو را قسمت بدم به همین مولا من را ردم نکن. گفت چه حاجتی داری؟ گفتم من میخوام خدمت امام زمان برسم.
و یه ذکری وردید فرمی به من بگو تا من به قصر میکنی میری در بیابان یه خطی بیابان نجف یه خطی دور خودت میکشی یا مینشینی مشغول این ذکر میشی. گفت خیلی خوب، رفتم این عمل رو انجام دادم و همینطور که تو بیابان سر نشسته بودم و مشغول بودم دیدم یه آقای آمد، گفت که عاشق عبدالنبی با من چه کار داری؟ گفتم آقا من با شما کاری ندارم، بفرمایید. آن مشغول شدم، یک دو سه میزن هفتش قدمی که رفت دیدم من اصلا برای همین جهت آمدم و چرا این حرف زدم؟ نکند امام زمان باشن و فرمودن با من چه کار داری؟ حضرت بودن. بلند شدم و دویدم پشت سر حضرت، یبن رسول الله حضرت گوش نمیدن دارن میرن، لیکن من دارم میدوم و حضرتم آهسته میرن، اما فاصله همون اندازه بین ما هست. تا اینکه من ناراحت بودم و میدویدم دیدم یه خانه کوخی پیدا شد، کاخانه حصیری، حضرت رفتن تو خانه، من رسیدم و در زدم، یه پیر مردی آمد دم در، گفتم آقا تشریف دارن؟ گفت بله. گفتم بگید عبدالنبیه. رفت و برگشت گفت بفرمایید. رفتم تو نشستم مقابل حضرت، نتونستم برم جلو، یه مقداری فاصله نشستم، لیکن دیگه هیچی نتونستم بگم، یعنی تمام این هشت مسئله یادم رفت، هرچی فکر کردم که چی بود من میخواستم سوال کنم یادم نیامد. عجب تعجب کردم، بعد خجالت کشیدم، گفتم آقا اجازه میدید من مرخص شم؟ فرمودن بفرمایید. بلند شدم آمدم بیرون، پامو از خانه گذاشتم بیرون، مسائل یادم آمد. دو مرتبه در زدم، پیرمرد آمدش، گفتم آقا تشریف دارم؟ گفت خیر. گفتم چرا دروغ میگی؟ من حالا تو خونه بودم، آقا بودندشون، تو میگی نه؟ گفت آقا تو اهل علمی؟ چرا تهمت به من میزنی؟ از کجا معلوم شد من دروغ میگویم؟ من 20 سال است در محضر حضرت هستم اینجا، به اندازه ای که تو مرا زحمتم دادی حضرت در این 20 سال به من زحمت نداده. یه دفعه میبینم تشریف دارم، یه دفعه میبینم نیستم. حالا که آمدم بیام دیدم نبودندشون، چرا به من تهمت میزنی شیخ؟ گفتم آقا ببخشید من اشتباه کردم، معذرت میخوام، پیر مردم نفهمیدم. گفت بخشیدم، اما از این تاریخ به بعد زبانت رو کنترل بکن، حواست جمع باشه. گفتم خب ببخشید آقا. گفت حالا نایبشون هستم، میخوای ببینیشون؟ بیا. گفتم باشد نایبشون. رفتم تو دیدم اسد ابوالحسن نشسته. عجب قاصد ابوالحسن جای امام نشسته، یعنی من رقیبشم، خودم اعلم از اون میدونم، اما چون گفت که حالا نایبشونش، گفتم حالا میپرسیم. مسائل سوال کردم، یک از پس از دیگری قشنگ جواب داد، خیلی قشنگ جواب داد. خب خوشحال شدم و بلند شدم آمدم بیرون و خداحافظی کردم و از خونه که آمدم بیرون گفتم که این مکاشفه بوده. آن صده بلندشن که این طوران نیست که نایب حضرت، اینم نایب خاصی این رقمی، نه مکاشفه بوده. بعد گفتم میدونی یا نه، حالا میرم خونه آن صده بلندشن این مسائل ازش میپرسن، اگر همین طور جواب داد خودش بوده، اگر غیر از اون جواب داد معلوم بشه مکاشفه بوده. رفتم اونجا در زدم و خب من هم از مرسوم نبود برم منزل آسته برسن چون خیلی، اما تا رسیدم اطرافیان بفرمید آقای آشقابده نوی بفرمید، رفتم خدمت آسته برسن، مسائل یکی یکی سوال کردم، همه را جواب داد، قشنگ نیستی که اونجا جواب داد. هم مسئله هشتم که خلاص شد، فرمودن حالا یقین کردی خودم بودم؟ دستشون رو بوسیدم و بلند شدم آمدم، گفتم با وجود آقا سزاوار نیست من رساله داشته باشم، رساله